امروز میخوایم بپردازیم و یکی از سوالهای پرتکرار شما رو جواب بدم، اینکه چرا خروجی نهایی ما کیفیت نداره و چه پارامترهایی رو ما رعایت نمی‌کنیم که باعث میشه رندرینگ نهایی ما چه فضای داخلی چه خارجی کیفیت مطلوبی نداشته باشه. امروز میخوایم این مشکل رو حل کنیم و متوجه بشیم باید چه کارهایی رو انجام بدیم تا خروجی نهایی ما یک خروجی فوق‌العاده ریالیستیک باشه. بریم با هم ببینیم. سلام دوستان عزیزم، چطورید؟ امیدوارم حال احوالتون عالی باشه. ما تو این آموزش قرار یاد بگیریم که چه پارامترهایی رو رعایت کنیم تا برسیم به رندرینگ راه. قبل از هر چیزی باید بهتون بگم به داستان اینجوری نیست که به سیستم مربوط باشه و به یه سری پارامتر، چرا اونها هم هست، بحث تکنیکال هم هست، ولی در کنار اینها شما باید بچه‌ها یک دوربین دستتون بگیرید، حالا موبایل یا هر دوربینی، برید بیرون، چه رندرینگ کارهای داخلی انجام بدید چه خارجی، از همه جا عکس برداری کنید. چرا؟ چون این باعث میشه که ذهن شما درک کنه جو دنیای واقعی به چه شکله، در نورپردازی، در جزئیات، در متریال، و خیلی بهتر بتونید شما شبیه سازیاتون انجام بدید و برید بیرون از فضای خارجی تا هر چقدر که میتونید عکس برداری کنید از جزئیات های مختلف تا ذهنتون درک کنه و اینها رو که زمانی که دارید شبیه سازی میکنید بتونید فوق العاده طبیعی تر شبیه سازی بکنید. خب این از اولین نکته بسیار مهم. دومین نکته و یکی نکات خیلی مهمه اینه که حتما بچه ها هیچ چیزی ما به عنوان لبه تیز در دنیا نداریم. یعنی چی؟ یعنی هر جایی که شما لبه های تاق، لبه های پنجره، لبه های کابینت ها، کشوها، هر چیزی رو دارید مدل سازی میکنید، حتما لبه ها رو یک چمفر خیلی نرمی رو بدید. چرا؟ چون ما در دنیا لبه تیز نداریم و لبه ها کاملا نرمه و باعث میشه که کار شما طبیعی تر بشه. نکته بعدی استفاده از مجموعه مدل ها و تکسچر های با کیفیت که خیلی تاثیر داره توی خود رندرینگ فضاهای مختلفی که دارین انجام میدید. تکسچر هایی که استفاده میکنید با کیفیت باشن، از مجموعه تکسچر های ارو تکسچر استفاده کنید، اورمیشن استفاده کنید، مجموعه پالیگان، اینها تکسچر های فوق العاده با کیفیتی رو در اختیار ما قرار میدن. نکته بعدی از حتما تکسچر هایی که استفاده می کنید سیملس باشن یا تایل لبل باشن، یعنی زمانی که این تکسچر ها تکرار میشن مرز تکسچر ها مشخص نشه و کارش باعث میشه کار ما مصنوعی جلوه بده و متریالی که ساختید تکرار شده و این در واقعیت اتفاق نمیفته. پس خیلی دقت داشته باشید. نکته بعدی و بسیار مهم اینه که مقیاس ها رو بشناسید، چه در فضای داخلی، چه در فضای خارجی، چه در آبجکت ها، چه در چیدمان ها، اسکیل های آبجکت هایی که قرار میدید، سایز ماشینی که جلوی ساختمون قرار میدید، ارتفاع پله ها، ارتفاع پنجره ها، همه چیز بر مبنای واقعیت باشه تا بتونید به یک رندرینگ رئال برسید. نکته بعدی و بسیار مهمی که اینجا هست اینه که بچه ها هیچ چیز در دنیا بی عیب نیست. یعنی چی؟ یعنی قرار نیست ما یک رندری بگیریم و صحنمون رو جوری تنظیم بکنیم که هیچ چیزی کثیف نباشه، نامرتب نباشه. بچه ها توی دنیا اینجوری نیست. ما همه جا رو داریم صحنه‌های مختلف رو میبینیم، میبینیم که یا قاب عکس کجه، یا میز زره نامرتب، یا صندلی کجه، یا یه چیزی رو زمین افتاده، یا یه رد انگشتی کثیفی روی میز. پس همیشه سعی کنید یه جایی رو توی فضا نامرتب داشته باشید، رد انگشتی کثیفی روی فضای مدل شما افتاده باشه که باعث میشه کار شما طبیعی تر جلو بره. نکته بعدی و بسیار مهم بحث دپت آف د فیلد. یعنی چی؟ بحث دپت آف د فیلد یا همون زمانی که شما روی یک سوژه خاصی در دنیا فوکوس میکنید و عکس برداری میکنید، بک‌گراندش فلو میشه و تار میشه و باعث میشه که زمانی که در نرم افزار شما اینو شبیه سازی میکنید، با غیر از اینکه شما دپت آف د فیلد رو شبیه سازی میکنید، با زمانی که شبیه سازی میشه فوق العاده رندر شما فرق میکنه و خیلی طبیعی تر میشه. بحث آخر و بسیار مهم بحث کامپوزیته. کامپوزیت یعنی چی؟ کامپوزیت برمیگرده به نوع کادبندی دوربین شما، نوع چیدمان آبجکت شما، نوع زاویه دوربینی که توی فضاهای مختلف میگیرید، نوع پرسپکتیو زاویه دید شما برمیگرده.
که شما میتونید با استفاده از اسکریپت ایمیج کامپیلر که ترکیب بندی های مختلف رو به ما میده و تناسبات طلایی، ترکیب بندی یک سوم، ترکیب بندی اسپایرل که شما میتونی به راحتی بر اساس اون ترکیب بندی ها یا ترکیب بندی سنتر کراس که مرکز تصویر رو به شما میده خیلی بهتر بتونید چیدمان بکنید مدل هاتون رو و ترکیب بندی بهتری برای تصویرتون تعیین کنید. خواهش میکنم این نکات رو رعایت کنید تا برسید به رندرینگ رئال. حالا نکته آخر و بسیار مهم اینه که همه اینها رو من در پک رندرینگ گفتم و نزدیک 70 جلسه و 70 پارت اومدیم بررسی کردیم و همه این نکات رو داخل جز به جز بررسی کردم و این آموزش رو برای دوستانتم بفرست، اونهایی که میبینی رندراشون جایی مشکل داره، ناقصه، اینها رو رعایت نکردن، حتما رعایت بکنن، کاراشون فوق العاده عالی بشه. موفق و پیروز باشید.